به قول قدیمی ها، اگر بار گران بودیم رفتیم، اگر نامهربان بودیم رفتیم. خلاصه هر خوبی بدی دیدیم حلالمون کنه. خب دوستای گلم، اینم از سینی پذیرایی من که آقا حدادی میدونه من چقدر میترسم از آمپول و بدم میاد از دارو، برای من چیده. اینم حالا میخواد قرص جوشانه، مال ریه است. مال ریه است؟ آره، ویتامین نیست درسته؟ نه، مال ریه است. این مال ریه دکتر داده. بذارید من بشه میبینم میتونم نشون بدم. اینو دکتر میده برای کسایی که سرماخوردگی شدید یا همون اومیکرون که ریم یه مقدار درگیر میشه. اینم اسمشه. پیداست؟ چشم من نمیبینه. حالا نشون میده. قطعا لانگ تیل. آره اینم. این یه قرصیه که حتی کسایی که زیاد سیگار میکشن هم خوبه، برای اینکه چند وقت یه بار مثلا استفاده کنن. حالا دکترها میگن که شبیه، البته زیر نظر دکتر، شبیه یه دونه مثلا چند ماه یه باره، نمیدونم چجوری استفاده میکنن. البته الان طعمدارش اومده، قبلا بدون طعمش بود، خیلی وحشتناک بود، بیماران کنارایی میخوردن، الان طعمدارش رو دادن. بعد اینم که داروهایی که داده برای سینه، حالا حتی من اینا نمیشنسم دارو برمایگزینه و اکسپیکتوره. آقا عدد زیاد از دارو سر در میاره، ولی متاسفانه من نه. این هم چیه؟ آمپولاش چیه؟ پیروکسیکامه با بتامتاز. آه وای 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 وای. این هم قرصا مسکن. آره مسکنه خیلی قوی، چون من خیلی تندرد داشتم. خوشبختانه این مسکنه دو روزه سه روزه تونست منو قرصا آره پاک کنه، ولی دکتر گفت ریم چیزه، فعلا مداواش طولانی تره تا سرماخوردگی و سخون دردم، و گفت زود خوب میکنه. برای اینم داروهاش کرده. تایم زمان بندیش همه دست آقای عدادیه، چون من اصلا اینجور چیزها رو چون بدم میاد حفظم نمیشم. آخه نه بچه، من تو این حالم رفتادم داروخانه. به داروخانه یه میگفتم که به اون آقایی که داشت چیز میکرد، آخرش رسیدم، گفتم که آقا تو رو خدا سرنگاتون از اون سوزن نازوکا بدین. آقا اینجا داروخانه میری، اولین کاری که میکنن سوزن کلوفتا رو میدن، میدونن کسی دیگه در قید این نیست که حتما سوزنش نازوک بشه. ولی من مثلا آمپول چون خیلی هم بدم میاد، موقعی که میخوام بگیرم، حتی اگه مثلا باید اون سرنگش بزرگ باشه، میام چیکار میکنم، سرنگ کوچیکم میگیرم، سوزن اونو میزنم به این. با این حالم بود خودم رو رسوندم به آخرش که داشتز میکرد، دوتا سرنگ کوچیکم گرفتم. آره اینجوری هواگیری هم شد، و دوستان برام دعا کنید. خیلی میترسم. خلاصه که اینم آمپورای ما که پر شدن. به قول قدیمی ها، اگر بار گران بودیم رفتیم، اگر نامهربان بودیم رفتیم. خلاصه هر خوبی بدی دیدیم حلالمون کنه. دوستان از قدیم نمیدونم حالا درسته یا نه، هر شهری میگن یه خصوصیت اخلاقی داره. شهر کاشان هم میگن خیلی زود از یه چیزی میترسن. آره بعد برای ما رگ اصلیمون کاشانیه، مخصوصا از آمپول. آره ما نسبتا وحشت داره از آمپول و اینا. حالا اینا رو بزنیم دیگه، حالا یا کاشانی باشیم یا هر جای دیگه باید بزنیم.
سلام میکنم خدمت همه عزیزانم، همه دوستانم. خیلی خیلی به من انرژی دادین. ممنون از تمام نگاه های مهربونتون. این چند وقته حسابی همراه من بودین. تنها دلخوشی من باورتون نمیشه زمانی بود که توی هر شرایطی قضیه مادر جون گوشی رو باز میکردم، نوشته های شما، پیام های شما کلی من آرامش میداد. بابت همه تسلیتاتون ممنونم، بابت همه درد همدردیاتون، چه داخل واتساپ، چه داخل تلگرام، چه داخل کانال، و همیشه دعاگوتون هستم بابت مهر و محبتتون. ببخشید یکم احساسی برخورد کردم. من زمانی که خیلی عصبی بشم از ناحیه ریه و بدن خیلی ضعیف میشم و زود مریضی رو به خودم میگیرم که بعد از اون با یه سرماخوردگی خیلی بد روبرو شدم که بیشتر ریه هم حالت اومیکرون گرفته بود و به اصطلاح حالت کرونا شده، ولی دکتر گفت کرونا نیست و زایه خیلی شدید ریه است. که بهش گفتم دکتر من قبلا هم سابقه اینو داشتم، حتی زمانهای شده بود که کلن تاره صوتیم ورم میکرد، نمیتونستم نفس بکشم، نمیتونستم حرف بزنم. زمانی که با کسی کاری داشتم دست میزدم اینطوری منو ببینن بعد بنویسم که دیگران متوجه شن، انقدر که ریاهام و تاره صوتیم حساسه. به خاطر این بعدش مریض شدم. الان هم که دیگه آقای عدادی ولکنه قضیه نیستم با این داروهای وحشتناکشون، خلاصه ما رو مورد لطف قرار میدن. اینم حالا این دارویه که حالا ویتامین است، گفتم یه قرص جوشانیه که برای پاکسازی ریه است. یکمی بدمزه است ولی چاره ای ندارم، باید بخورم. گفتم که یه سلام خدمت دوستان کرده باشم و از دعای خیرتون که همیشه همراه من هست تشکر بکنم. خیلی دوستتون دارم. خب بچه، اینجا من خودم دارم از خودم پذیرایی میکنم با کلی از این قوطیه دمنوش که محوی جون برام گوشته بود کنار. الان دراشو باز کردم به شما نشون بدم. این دوزد باقا شب بردارم هدارم. این یه نوع چایی میوهیه که به و سیب و گل سرخ و اینجا چیزا داره. یه قاشق از این میریزم. اینم باز بهار نارنج از این یه قاشق میریزم. دیگه پونه داریم، یه قاشق هم از این میریزم. اینم آبیشنه، یکم از این بریزم. آبیشنه دوست دارم یکم بیشتر. راستشو بخواین الان هیچ کس خونه نیست، بعد من دیدم که سرفه های شدیدی داره تو این عنابم بود، نمیتونم درش بیارم. سرفه های شدیدی داشتم، بعد گفتم که آره عنابم داشتیم اینجا، یه دونه عنابم داریم، اینا رو بندازم این تو. بعد یه نصف لیمو هم داشتم، گفتم اینم بندازم که وقتی هم ولرم شد موقع خوردن یکی هم بهش عسل اضافه میکنم. آره تنهایی منم علت داره. به محبوب جون دیروز خبر دادن که شوهر خواهرشون از چارپایه افتاده و طفلک از سه ناحیه لگن، رون و ساق پا آسیب دیدن و شکسته. امروز عملشون کردن، به خاطر ازدیاد کرونا نذاشتن کسی بیمارستان بره. بعد دیگه بعد از عملم سریع آمبولانس برد خونه که استراحت کنه داشته باشه. بعد دیگه
با آقای حدادی و محمود آقا اینا. بعد نهار گفتم همگی برین، منم داروام بسیار خواب آوره و خوردم و دیگه گرفتم خوابیدم. گفتم به من کاری نشته باشین، منم لیدی تنهاست، چون سرماخورده هستم با هیچ کدومتون نمیام. چادم قوریه من به جون مقصد درمیشه خوشگل بمونم خونه پیش لیدی خانوم، این درمیشم درست کنم و... نه با خانوم یه جورایی خواهد و قلوی منه. ببینید چقدر تو خونش راحتم. به به چه درموشی هم شد. حامدم این مقدار سرماخوردگی داره، بقیهشو میذارم برای حامد که اونم بیاد از این درموش بخوره. حالا یکم که خنک شد یه قاشق مربا خوری هم بهش عسل اضافه میکنم. انشالله که شما به سلامتی از این درموش میل کنی. بریم ببینیم لیدی خانم کجا خوابیدن. آره بب. لیدی خانمم تو جای خودشون گرفتن خوابیدن. مامان خوشگل مامان. آره اینم از لیدی خانم که خیلی احساس آرامش میکرد که من پیشش میمونم، جایی نرفتم. لالا کن قربونت برم، مزاحمت نشم. اینجا که میام یه بالش محبوب جون میذاره براش که بخوابه. الان زنگ خونه رو زدم برم ببینم کیه. لیدی خانم هم داره غذا میخوره. لیدی خانم غذا میخوری ماما؟ بخور غذاشو بخوره. آره خانوم ها موقع که زنگ زدن دیگه آقای عدادی و من خانوم نامد. ای کجا رفتی؟ آها باباش لباس پوشیده خواهد بره بیرون. یه دفعه دوی دقیقه محبوب خانوم زحمت خود کردن هویجا رو کشیدن و اینم از سیب و اینم از آقای حدادی که دارن با همه بسید شدید. آره دست شما دردن. نوبت سیبه. دست همگی درد نکنه. خب آماده شد ترکیب هویج و آب سیب. این قسمت خوشمزه مریضیه. مرسی. ممنون. دست شما درد نکنه. به به چه آبیجی شد. ممنون. واقعا عالیه. نوشه جان دست شما محبوب جون درد نکنه. نوشه جان امروز روز سوم مریضیمه که انقدر که محبوب جون از من پذیرایی کردن و حامد و محمود آقام دیگه هیچی از خرید و از دارو گرفتن و اینا، چون آقای حدادی هم زیاد حالا خوبی نداشته، این تفیه ها همینجوره مسئولیت قبول کردن. بعدم این که چرا من اینجا موندم، به خاطر اینکه من تهران میام خیلی از دوستان خیلی از اقوام به هم لطف دارن، ولی باورتون نمیشه
پیش محبوب جون من خیلی احساس آرامش دارم. خوب نترم عزیزم. خواهر دو قلوته دیگه. واقعا هر جا میریم من محبوبه رو فکر میکنم که خواهر دو قلویم. آره بعد از اونجام که اومدم دیگه مریض احوال که شدم، چون حامدم یکم سرماخوردگی داشت، محبوب جون گفت پس حداقل دیگه این سرماخوردگی ما عادت کردیم، شما جایی نریم. طفلی همش اسفند دود کرد و پذیرایی از من و حامد. حامد قوی تر و زودتر خوب شد. بعد من یه مقدار ریام حساس بود، فعلا مریضی ادامه داره. بعد دیگه اسمت خانم به من زنگ زد، خیلی اظهار ناراحتی میکرد که بیاد پیشمون. دیگه گفتم نه بذار من حالی که مریض هستم مریضیم خوب بشه، نه خونه شما میام، نه خونه نرگس چون میام، نه خونه هانی جون میام. خانه هانی جون هم مهمون از بندرعباس برش اومده بود، پدرشون برای مداوای ادامه مداوای مریضیشون اومده بودن. دیگه خلاصه همه یه جورایی موقعیت ها نمیخورد به هم و من خودم چون خیلی ملاحظه کارم سعی میکنم تا اونجایی که بشه شرایط رو در نظر بگیرم جایی میرم، ولی دیگه خونه محبوب جون میام بدون در نظر گرفتن هیچ نوع ملاحظاتی به راحتی میمونم، چون خیلی دوستشون دارم. در ضمن در مورد محمود آقا هم که جرئت نداری بگی که من جایی میخوام برم بمونم دیگه، هیچی دیگه خلاصه حسابی تنبیه میشیم فقط به خاطر اینکه گذرنامه ما رو مهر خروج نمیزنه. ورودش با خودمونه، خروجش ما زمانیه که محمود آقا دستمون خسته شه. حالا ببینیم که این محمود آقا رو خسته میکنیم. به هر حال دستشون درد نکنه، گفتم که یک کمی هم خودم صحبت کنم، هم دل خودم باز بشه از گفتگو با شما، همین که شما منم دیده باشید و که کلی برام دعا کنید. قربون همتون.